برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با 20 جلسه از دوره آموزشی ایجاد یک وبسایت آژانس مسکن با جنگو از طریق کانال آموزشی وی اف مهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در جلسه گذشته کار بر روی قابلیت سرچ در اپ لیستینگز رو با هم شروع کردیم و مقدمات اون رو فراهم کردیم تمپلیت هاش رو کردیم و کار این تیپ رو انجام دادیم امروز میخوایم بریم سر وقت بحث فانکشنالیتی سرچ و روی اون کار کنیم در دنیای سرچ بچه‌ها ما حالا توی جنگو یک متدی داریم فیلتر حالا متدهای دیگه هم داریم مثلا گت کردن حالا آلو که از قبل دیدین اکسکلود کردن ولی این جلسه تمرکز ما روی فیلتر کردنه که حالا اسمش هم مشخص قرار یک دیتا رو فیلتر کنیم به عنوان مثال حالا من چند تا نمونه اینجا آوردم این ممبرز حالا مدل ما هستش اینم که خب منیجرمون هست گفتیم متد فیلتری که فراخوانی میکنیم میتونیم بیایم اسامی حالا اون فیلد هایی که توی ممبرز وجود داره رو و بگیم مثلا فرست نیمش مصاحبه با امیل باشه این همچین عبارت اس کیو ال من تولید میکنه که حالا احتمالاً با آشنا هستیم اگه بخوایم از اند استفاده کنیم میگیم آقا اگر که آیدیش دو بود و مثلا لاست نیمش آقای رفس همچین چیزی بود حالا فامیلش رو نمیدونم ایشونو بیا این اند میاره اگرم بخوایم از اور استفاده کنیم که آقا اگر که فرست نیم امیل بود یا تبایس بود میم این دو تا رو بچه با پایپ و هم وصل میکنیم میگه فرست فلان و لاست فلان فیلتر اما فیلتر قابلیتش به جا مشخص محدود نمیشه بچه قابلیتی که داریم ما اینجا بحث عنوان حالا فیلد لوکاپس هستش توی فیلد لوکاپ من میتونم میام روی فیلد مثل کارای انجام بدم مثلا میخوام میگم اگه فرست من با ال شروع شده بود میام اسم فیلدمو میذارم دو تا یا داندر میدیم استارتس ویت ال از اینها زیاد داریم ولی تعداد از معروفاش من آوردم contains and with exact این این مثلا برای هم بحث اورمون هستش starts with اینا برای استرینگ ها بچا خیلی کار میکنه حالا استرینگ ها بچا چون که قابلیت کیس سنسیتیو بودن دارن یکی دونه آی هم میتونه اینجا داشته باشه یعنی کیس insensitive باشه ال کوچیک یا بزرگ فرق نمیکنه برای من برای اعداد و حالا تاریخ ها ما یه سه داریم مثلا gt greater than equal یا greater than less than equal less than رو داریم دوباره میتونیم توی بازه فرض کنیم مثلا از تاریخ فلان تا فلان اینها چیزایی است که ما میتونیم این قسمت بیایم قرار بدیم حالا متد فیلتر بچا خیلی حالا فیچرها و قابلیت های زیادی داره توی بحث جوین کردن ما میتونیم مثلا بیام توابعی داشته باشیم حالت اگریگیت کنیم این کارا رو که از حالا حوصله این دوره خارج هست و ما عملا اونجا نیازی بهش نداریم من سعی میکنم حالا مثل ویدیوهای تکی که برای کاستماایز کردن ادمین پنل داشتم روی این بخشم یه ویدیو براتون آماده کنم بذارم توی کانال آموزشی ولی خب مطالعه کن حتما برای اینکه بتونید این ادعا رو داشته باشین که من میتونم حالا با کوری, با قوری های مختلف کار کنم یا اطلاعات مختلف رو براتون فراهم کنم حتما بعد این دانش رو داشته باشیم که من چطور میتونم از قابلیت های فیلتر کردن و فیچر هایی که داره استفاده کنم و بتونم دیتا رو متناسب با اون چیزی که بیزنس از من میخواد فرچ کنم از دیتابیس و توی تیمپلیت قرار بدم خب این کلیت مطلب بود حالا بریم در قسمت عملی اینها رو در قالب همین پروژه آژانس مسکن با هم مشاهده کنیم که چطور میخوایم با اینها کار کنیم خب در این جلسه قرار شده که ما بیایم فانکشنالیتی رو به قسمت سرچمون یا همون فرم سرچمون اضافه کنیم اما قبل از اون یه بار دیگه اجازه بدین سایت رو با هم مرور کنیم ما یه تعداد لیستینگ اینجا داریم که یک پارامتر به نام لیستینگ ارسال می‌کردیم یه تعداد توش بود و اینجا نشون میداد که حالا سه تا بود یه قسمت توی فیچرد لیستینگ داریم که یه سری لیستینگی با پجینیتور این قسمت داریم که حالا پجینیتور فعلا فعال نیست برامون و بعد در صفحه سرچمون هم مجدد یک سری لیستینگ های خواهیم داشت امروز حالا قبل از که میریم سر وقت سرچ میخوایم همین کاری که برای سرچ کردیم و این رو اومدیم از پارشال ها استفاده کنیم و فرم رو در اونجا قرار دادیم و جاهای مختلف استفاده میکنیم برای لیستینگ هم این کار رو انجام بدیم بریم ببینیم به چه صورت میشه این کار انجام داد خب من از لیستینگز میام صفحه اصلی لیستینگ ببینیم اونجا چی داریم ما توی ویوزمون ما اینجا یه دونه پارامتر لیستینگز داریم که حالا این پیج لیستینگ هست بچا اما خوب چون که ما خود پارامتر لیستینگ رو داریم و اونجا داریم در حالا اونجا منظورمون توی تمپلیتش هست و اینجا داریم خیلی راحت روی اون ایتریت میکنیم لیستینگ در بهزا هر لیستینگ در لیستینگ هامون که حالا تایتل و پرایس و اینجور چیزاش اینجا آوردیم من این کارو میتونم جای دیگه هم بکنم و جای دیگه ما با همین لیستینگ داریم کار میکنیم خب من میتونم بیام چیکار کنم اینجای دقت کنید ما یه دونه ردیف گرفتیم که خب اینم که ساعت رو بعدمونه لیستینگ رو اینجا قرار داریم بچه یعنی من یه لیستینگی دارم یه دونه تمپلیت کلی توی فور اومدم این کار رو انجام دادم باهاش بذارید من اینو بردارم کلشو یه واقع من اگه لیستینگ میخوای ازم اینجا هست اوکی خب پس اول میام میام توی پارشالز میگم که آقا یه دونه underline listing .html به من بده ایشون اینجا پیست میکنم و بعد میام توی این قسمت میگم که آقا این قسمتی که شما هستی اینکلود کن از توی پارشالز پارشالز slash underline listing.html خب این کاره اگر الان بیام صفحه لیستینگ رو رفرش کنیم نه تفاوتی برای ما حادث بکنه بیام توی صفحه لیستینگ و این کار رو داره برای من انجام میده فقط نکته که داره بچه ها تو رو برای من آورده که حالا اون رو هم با هم چک میکنه ببینیم به چه صورت هستش قاعدتا پجینه تو رو نه این فایل اشتیمل رو بخشیم توی فیچرد لیستینگ اگر الان بیایم یه خطا داریم میگه آقا من این کما رو نمیشناسم خب اه... میرم اینجا توی اینجایی که کلود کردیم توی اندرلاین لیستینگ اه... میگیم که آقا شما بیا لود کن هیومن اه... آیزو اینجا بهش میدیم بریم و مجدد ریفرش رو انجام بدیم اوکی. خب صفحه لیستینگ رو برای من پس داره میاره و مشکلی هم ندارم میتونم اینجا مورینفور رو کلیک کنم و وارد صفحه حالا لیستینگ تکی بشیم توی هوممون هم الان من میتونم این کار رو انجام بدم حالا قبل از اون حالا قبل از اون که نه میام توی کد توی ویوزمون من اینجا گفتم چیز تا میگم نه هر توی هر صفحه دو تا میخوام باشه ببینیم این قسمت هم درست کار میکنه توی فیچر لیستینگ هر صفحه دو تا و اینجا بچه ها اون پجنیتور من داره کارش رو به درستی انجام میده خب برگردیم میگیم آقا شما همون شش باش میایم میریم به اپ پیجز توی حتی توی تمپلیتش رو میخوایم توی تمپلیت پیجزمون حتی قبلش توی ویوز هم نگاه کنیم اینجا بچه من لیستینگ رو با همون اسم دارم پاس میدم میام میگم آقای آندرلاین لیستینگ uh, بیا شما یه جایی یک فوری برات زده شده که این کل اون فور است دیگه ما اینجا فقط اون قسمت که آندرلاین لیستینگ بچه توی ایندکس بیایم اینجا قسمت لیستینگ هامون مجدد یه روی داریم اینجا میگه من دارم اون کار رو انجام میدم اون فور و ها رو آوردم این رو بر میگیم که می خب بیایم اینجا اگر ریفرش کنیم توی هوم پیجمون خب قسمت لیستینگ هامون لیتست لیستینگ رفته بیایم میگیم شما فقط بیا اینکلود کن میگه چی میخوای اینکلود کنیم میگیم که بی زحمت برو از توی پارشالز سلش آندرلاین html رو الان لیستینگ هستش اینجا بکنیم listings اسمشو رو قواعد رایت کنیم خب اینجا رو میبندیم اینجا میگیم listings.html و اینجا هم میگم listings.html اوکی خب این بار اگه بچه رو رفرش کنیم این ستا رو من نشون میده چرا چون من به ستا پاس دادم توی featured listing هم به همین صورت اون ششتایی که حالی رو باشن داریم خب الان خوبی این کار که من وقتی که میام سرچ میکنم این قسمت هم کافیه من اون دیتا رو فچ کنم و در اختیار این پارامتر لیستینگ توی تمپلیت هم بذارم خودش بیا دیگه اینها رو برای من انجام میده دیگه لازم نیست من بیام حتما اون تمپلیت رو کپی کنم فور بزنم و این رو موارد رو رعایت کنم بریم اینو با هم ببینیم خب بریم توی وی اس کد این نکته حالا اگر که از چیز استفاده میکنم بچه از کد های نمونه اصلی مال خود آقای براد این قسمت مربوط به اینکه حالا ما دو تا پارشل اضافه از و سرچ فرم ساختیم اینها رو من اضافه هم. توی ریسورس های اصلی نیستن حالا شاید بنا به دلایلی هم نباید بزنیم ولی به نظرم بد نیست که حالا تا جایی که میتونیم بیایم از این قاعده حالا ای درای استفاده کنیم dont repeat yourself رو داشته باشیم کنیم بریم خب. توی ویوز سرچمون الان میخوایم فرم رو درست کنیم اول کار من میام میگم آقا من یه دونه کوئری ست دارم یه دونه کوئری سرچ آندرلاین لیست تو دارم یه شما سایبا میگم از توی لیستینگ دات لیستینگ دات آبجکت دات اوردر بای اوردر میکنیم به صورت نزولی بر اساس لیست آندرلاین دیت اوکی و اینجا من میام میگم که آقا شما یه لیستینگ داری لیستینگ داری از نوع که مقدارش هست همون query sets underline list فعلا کل مقادی رو برش میاریم و context رو هم ارسال کردیم خب اگه میام توی سرچ اینجا خب سرچ form رو گذاشتیم breadcrumb رو داریم و توی لیستینگ اینجا بچه ها ها رو من دیگه نمیخوام کل همه رو پاک میکنم بارو پنج و شش خب میگم آقا شما کلن مرخصید نمیخوایم اینجا قسمت پجینیتران دیگه بچه توی سرچ نداریم میتونی اضاف کنیم بر اساس نیاز اگه دوست داریم آه... و بیاییم اینجا میگیم که آقا بیا اینکلود کن آه... از توی partials سلش اندرلان لیستنگز این همین راحتی دیگه ما اینجا اضافه میکنیم و لیستنگ رو هم بهش ارسال کردیم خب بریم بیا صفحه هوممون میگه آقا همینجوری یه دونه سرچ میخوام بزنم میاد اینجا و به ما گیر میده میگه که آندرلاین لیستینگز دات فلان رو نداریم اچ تی اوکی و م... میایم رفرش میکنیم میگه آندرلاین دات رو نداریم پارشال زام بد نوشتیم بعد نیست که بچه های جای کپی کنیم میگه ما کپی نمیکنیم ای خطا میگیره رفرش. خب الان این که صفحه سرچ من اومد اون تا خونه هم که داشتیم فچ کرده و برای من آورده خب حالا میام سرچ رو میخوام کامل کنیم آقا من میام میرم توی ادمین پنلم توی یکی از لیستینگ ها مثلا لیستینگ 12 یونایتد رود یا 12 یونایتد road رو میارم اینجا من توی چیزی یه دونه وحید میذارم توی م... چیز دیسکریپشنم خب توی کیورد یکی از مطالبی که داریم ما فیلد های کیورد رو داریم که دیم میتونیم حالا بر اساس دیسکریپشن سرچ کنیم مثل کلمات کلیدی توی دیسکریپشن من گذاشتم که حالا اونجا ما این چیزهای کلی گذاشتیم مت حالا وحید اونجا قرار داریم خب بیم اینجا توی این قسمت ویوزم میگم ما اما یه کوئری داشتیم حالا میخوایم روش بیم یه سری کارهای بکنیم این قسمت میگم من بر اساس کیوردز میخوام کار کنم کیوردز خب میگم میخوای چیکار کنی میگم اگر که یه چیزی به نام کیورد کیوردز در این ریکوست دات uh, گت بود توی کوئری استرینگ گت بود یه کاری میخوام بکنیم این که کجاست توی فرممون آندرلاین سرچ اگه بریم uh, این نیمه که بورد دیگه اینها رو توی بحث های میدونیم خب میگم اگر که این کیبورد رو داشتی حالا بیا چک کن یه متقیب به نام کیبورد بگی برای من کیبورد مسایبا request.get uh, برو uh, uh, مقدار کیبورد رو برای من بیا بذار توی این گال دیگه این اخوام تو... این رشته طولانی بنویسم میگم اگر که کیبوردز تعیین شده بود یعنی مقدار داشت کیبوردز اگر کیبوردز مقدار داشت حالا بیا کوئری ست اندرلاین لیست مصاحب با خودش رو فیلتر میکنیم توی خودش قرار میدیم بچه ها کوئری ست اندرلاین لیست فیلتر خب ما میخوام بر اساس یه فیلتر فیلتر کنیم قبلا از پابلش شد که ما فیلتر میکردیم میگفتیم که بیا مثلا بگو ترو باش الان میخوام با دیسکریپشن کار کنم دیسکریپشن خب دیسکریپشن من بچا شاید معلوم مثلا یه کلمه کلید زدم ولی اونجا تو تکستش پنج تا کلمه باشه یه متن باشه مثل چیزی که الان هستش ولی میخوام ببینم این چیزی که وارد کردم این کیوردزایی که اینجا گذاشتم توی اون هست یا نه پس برای این کار یه علامت دو تا آندرسکو یا داندر میذاریم contains. استفاده میکنی یا starts with and with اینجوری خب چون متنه این حساس به کوچک کوچیک بزرگ هم هست آیا ما اولش رو میذارین i contain i starts with i end with اینها رو میذارین مصاحبه با Keywords Keywords, Keywords. Okay. خب این کوئری رو من اینجا گرفتم و بعد همین کوئری رو ارسال میکنم به این قسمت حالا میام اینجا بریم صفحه هوممون میبا من دنبال وحید هستم ببینم تو ملک با نام وحید داری یا نه میاد اینجا میگه که یه خطایی داره مالتی ولیو دیکت ایرا که خب اینجا ما میبینیم کیوردز رو اشتباه نوشتیم اول چک کردیم که باشه ولی بعد اینجا اینو اشتباه نوشتیم این کیوردز این اول چک کردیم که توی ریکوست اون باشه که علاکه نهیم جلو و بعد اونو گذاشتیم خب میگیم که سیف کردیم بله بیم اینجا برمیگردیم این یه بار دیگه با وحید سرچ کن میاد اینجا و فقط یه دونه ملک همون دوازه یونایتد رود دو با من میده چرا چون ایشون توش چیزه وحید رو داریم حالا اگه این فرم رو سرچ کنم بچه چون میاد به خودش وحید هیچ کنم از پارامترها نداره مجدد کوری ست رو بر من لود میکنه همشه دیگه که برای این کار هست میان کنم بیخیال این این میشن میگن که آقا حالا بزنی کامنتش کنیم بریم از متد get استفاده می‌کنم داد get میگیم اگر همچین پارامتری داشتی رو بده و مثلا یه دونه هم اونجا میتونید دیفالت ولیو بدین نان بدین یا کلا چیزی رو ارسال نکنیم براش که حالا ارسال نکنیم دیگه هیچی نداریم دقیقا این عمل کرد مشابه با اونه فرض کن من اگه این رو متفاوت بدم یه چیز اشتباه بدم برگردم به سایت حالا بریم توی هوم و اینجا بگیم مثلا با وحید میخوایم سرچ کنیم اینجا میاد اما چون این اشتباهه میگه آقا Uh, من یعنی من کیورد رو دادم اما اون چیزی که اونجا میخواد رو نداریم همون کوئری رو دیفالت رو من برمیگردونه خب اینم یه روشه میتونید کار کنین تیپی خب این کیورد رو بذاریم کیوردز. Uh, همین رو کپی میکنیم برای بحث سیتی خب اینو دیگه برداریم ما با همین میگیم که آقا ما یه خب کیورد کیورد این... ام... خب کنترل دی رو میزنیم کیبورد سلیکت کنترل دی کنترل دی و کنترل دی رو میزنیم اینا همه رو میگیم که سیتی میگیم دنبال سیتی باش اگر سیتی وارد شده بود بیا کور لیست رو آپدیت کن خب بریم توی لیستینگ زمون ما مثلا سیتی مون uh, چیز رو داریم دیگه حالا درایو وود رو داریم حالا سالم رو میزنیم سیتی میگیم که سالم سالم خب فقط بزنیم ایراد نداره سالم سرچ سابمیت فرم اومدیم اینجا و اتفاق نیفتاد چرا؟ ما خوب سیف نکردیم درست بیایم اینجا میگیم که یه بار دیگه بیا با سالم سرچ کن امتی لیستینگز رو اومد داد توی این قسمت حالا نباید به من امتی لیستنگ رو میداد بریم ببینیم اینجا ما برای این قسمت آره این دیسکریپشن داریم. بعد می‌کنیم سیتی و نکته که داره بچا آی کانتینز من نمی‌خوام می‌خوام دقیقاً خودش باشه اینجا چیز چیزی داریم. اگزکت میگیم دقیقاً اگزکت آی اگزکت که حالا برای اینکه می‌خوایم سنسیتیو نباشه آی اگزکتش می‌کنیم خب سیو کردیم بله میام اینجا میگیم من ریفرش میگیم دنبال سالم هستم سابمیت کرد خب این کار انجام داد اگر که حالا فرم رو بریم صفحه لیستینگز uh, سی بار دیگه سرچ کنیم بیایم اینجا مثلا میگیم دنبال ببینیم کجا ها داریم بدفورد بدفورد سرچ و خب ببینید که اونو برای من میاره قرار میده اینجا و همین کار رو ما میتونیم با استیت انجام بدیم یعنی دقیقا سیتی و استیت خیلی با هم مشابه هستن پس میتونیم بیایم اینجا این رو دوباره کپی کنیم ایشون میشه سیتی میگیم که کنترل دی 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 و اینو میکنیم استیت میگیم استیت رو گیت کن اگه استیتی وجود داشت بیا برساسون برای من فیلتر رو انجام بده سیف و بریم صفحه هوممون اول تو فیچرد استیت های مساچوست سه تا همه هم مساچوست ها این رو بزنیم حالا چهار تا مساچوست فرق نمی کنه بریم توی هوم میگیم که من ماساچوست، سرچ میگیم که فقط چهار تا رو با من نشون داد و اگه اینجا بیام بگم که استیت ان ای حالا نوادا میشه نبراسکا این بعد بریم توی این قسمت توی چویسز توی استیت ببینیم که MA NA میشه نشنال خب بیا بگیم استیت نشنال رو من بده نشنال و سرچ خب اینو هم نیاورد استیت ان رو داریم اگر ما اینو خالی کنیم استیت هامون ام ای هستن و ان اچ ان اچ ببینیم کجاست استیت ها هم یاد بگیریم یه بخشا نیاز شد نیو همشایر خب میگیم که توی نیو همشایر نیو همشایر هم چیزی سرچ و این دوتا رو در اختیار من میگذاره خب اوکی مورد بعد بریم سر وقت بدرومز و پرایس این دوتا رو هم عملیاتی بکنیم خب قبل از اون بزنین اینو ترکیبی هم بزنین بچه ها اینجا الان من توی بدفورد هستم و ایالت ماساچوست و ایالت نیو ای هم میتونیم یه چیزی می دوتا رو با هم بدیم ایالا بزنین بریم چون خود بدفورد تکیه بزنید بار یه سرچ تکی داشته باشیم ببینیم توی مساچوست خب اینو بزنین بچه های نمبرم بکنمش شهرش و سالم میگیم که بیا توی اینجا اسکس سیتی رو این میخوایم بکنیم سالم سیف خب میام اینجا و ریفرش رو میزنیم خب من الان تو علت ماساچوسه چهار تا شهر دارم که چهار تا ملک دارم که دوتاشون مال خیابون مثلا سالم هستن خب میتونیم بیایم اینجا بگیم من ماساچوسه تو میخوام فرصت پیدا کنید. سرچ میکنیم یعنی که چهار تا شد و بعد اینجا میگم من حالا استیت ماساچوست و شهر سالم بزنیم روی ماساچوست دوباره حالا بچه این مقدارها رو بعد تو اینها لود کنیم که این رو در ادامه انجام خواهیم داد ماساچوست سرچ و اینجا دو تا شهر اومن میده ایالت ماساچوست هر دو و شهر سالم خب بریم سر وقت این دوتا پارامتر باقی مونده این دو عزیز این رو برمیداریم توی سرچ توی ویوز خب میگه آقا شما بیاین یه بار دیگه پیست شو اینجا خب الان من میخوام با بدرومز آه... کار کنم بدرومز بدرومز خب میگیم که رو یه دونه کنترل دی, دی 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 و میگیم که بدرومز بچه ها حالا منطقه اون اینجوری باشه میخوایم این, این حالت رو داشته باشیم که من بگم مثلا یک زدی چهارتا من اتاق خونه هایی که تا چهارتا اتاق هستن رو میخوام بهت نشون بدم ولی چیز غیر معقولی ولی یعنی منطقه شاید نباشه ولی میخوام عمل کرده ببینیم اینجا بچه ها LTE میذارین less than equal یا LT برای بزرگتر بودن greater GTE greater than equal یا GT greater میذاریم خب اینم از این بریم خروجی رو با هم ببینیم تعداد خواب هایی که داریم یه چهارتا تا سه تا چهار تا پنج تا چهار سه من سه رو میذارم بیم می که برو هم بگو من بدروم های سه رو میخوام بیم می که دو تا خونه با اتاق سه به من میده اگر بذاریم چهار اینا میشن تعدادشون پنجتا تا فقط یه دونه پنج اتاقه داریم خب و در نهایت آخرین فیلدی که داریم آخرین فیلدمون کجا هست توی این قسمت بحث قیمت هستش بگیم که شما بیا دی 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 پرایس و پرایس هم میبینیم که حالا توی این آیتمی که ما داریم less than equal در نظر گرفتیم خب بریم توی فیچر لیستینگ 400 مثلا من اگر که 400 بذارم یه تعداد از اینها بعد برن دیگه یعنی توی بگیم که max price 400 ببینید که فقط دو تا خونه آورد 380 و 230 و اگر اینجا بیام بگیم مثلا 500 رو میخوام تعداد خونه ها شد سه تا و الی خب این پس کلیت کاری است که حالا ما برای فرم سرچمون میخواستیم انجام بدیم توی قسمت ویوز بر اساس پارامترایی که اومدن می‌کنیم میکنیم کوریستمون رو متناسبا فیلتر میکنیم بر اساس اون پارامتر و حالا یه فیلتر حالا محدود کننده فیلتر مثلا کانتینز گفتیم برای شامل بودن استارتس ویت داریم اند داریم اگزکت برای دقیقا برابر بودن داریم کوچکتر بودن ال داریم جی داریم که حالا اینها همه رو توی خود سایت جنگو میتونید برید و مشاهده بکنید خب آخرین حلقه یه مربوط به قسمت سرچمون میشه بحث اینکه که حالا وقتی من از فرمی یا چه از من چه حالا از خود اینجا یه چیز رو سرچ میکنم و برمیگردم به فرم اینجا اینو نشون بدم که بدونم دنبال چی داشتم میگشتم خب من بعد این فرم رو بچه ها فیل کنم خب این فرم رو قرار فیل کنیم اطلاعاتش توی چیز هستش توی کوریر استرینگمون هست که تو همون request.get داریمش پس اول از همه میام توی ویوزمون بگیم آقا شما که داری میری یه چیزی هم به نام values من دارم مقادیر فعلیمون اینو از توی request.get بفرست بره توی context داریمش خب بیایم بریم توی search.html اینجا ما یه دونه include کردیم دیگه یادتون باشه سرچ فرم رو خب توی search فرم از بالا میایم ما یه دونه اینجا لیبل کیورد رو داشتیم و پلیس هولدر کیورد رو گذاشتیم یه کافی من میام ولیو رو بهش بدم میگیم که ولیو مسایبا با values. ولیوز دات حالا تو بدیم values uh... keywords keywords خب بریم اینو با هم یه مرور کنیم ببینیم اوکی یا نه میام توی صفحه هوم میگم من دنبال یه چیزی هستم کیورد وحید توش باشه وقتی اومد این فرم این وحید هم اینجا دیگه فیل شده و فرممون هم می‌بینید که یک فرم رو... یک لیستینگ رو توی خودش داره خب بر بعدی سیتی و این هم که اوکی ساده هستش تقریبا کاپی میم اینجا ولیوز این بار میذاریم سیتی خب ما سه تا آیتم دیگه همون کامب... چیز اصلا دراپ داون یا حالا کامبو باکس هستن اونجا بعدی یه کاری بکنیم اونی که در حال حاضر سلکت شده رو من بعد اینجا بیام اتریبیوت سلکتد بهش بدم خب برای این کاره میتونیم بیام یه کاری بکنیم اینو من یکم این بیارم خطوط بعدی یه if میذاریم یه if statement میگم اگر کلید جاری که همون از توی choices داره میخونه مساوی مساوی بود با values. اینجا الان چی هستیم state اگه values.state بود برابر با values.state بود پس عملا یعنی که من آه، آه، ایالت جاری هست این آپشن آپشن ایالت جاریه بیا اینجا سلکتد رو بنویسش خب من همین رو بر میدارم برای حالا بزن اول چک کنم اگه درسته برای اپسایدم کپی کنم بیا می اینجا میایم می توی سیو کردیم میام توی هوم بگیم که آقا من مثلا ایالت ماساچوست رو میخوام استیت ماساچوست سرچ خب میام اینجا و ماساچوست برای من سلکت شده اوکی پس خیلی راحت میایم اینو برمیداریم اینجا برای بدرومز این کار رو انجام میدیم فقط اینجا یادتون باشه بکنیمش بدرومز بدرومز و بعد اینجا رو هم میایم میگیم که برای پرایس اوکی خب بیایم بریم یه بار کامل سرچ کنیم از صفحه هم میایم من دنبال یه سیتی هستم که ورد وحید داشته باشه سیتی مثلا سالم باشه استیت آلاسکا باشه بدروم دو تا و پرایس هم چهار هزار هزار سابمیت وحید سالم آلاسکا دو و چهار هزار رو من نشون میده حالا اگه اینجا بیام مثلا اینو بکنم ASD ایالت رو مثلا بکنیم QW اینو بکنیم دومی ایشون رو بکنیم, ایش بکنیم. پنج شیش مثلا و هم 800 هزار من سابمیت کنیم چون دوباره به خودش برمیگرده اینجا اینها رو من نشون میده و کاربر میفهمه که آخرین کوری که داشت یا کوری که زده روی چیا بوده خب این کلیت مربوط به بحث حالا سرچ فرممون هستش یعنی تقریبا فانکشنالیتی مربوط به لیستینگ ها اینجا اوکی شده تقریبا بحث بعدی ما مربوط به بحث رجیستر کردن کاربرها هستش و حالا اون داشبورد و این کلی گرفتن هستش که ما در ادامه در جلسات بعدی روی این موارد صحبت خواهیم کرد خدمتتون امیدوارم که از مطالب ارائه شده در این جلسه نهایت استفاده رو برده باشیم تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار